خانم سادات حسینی فعال مدنی از روم با ما هستند. خانم حسینی سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما. ممنونم. به عنوان یک فعال حقوق زنان در افغانستان، لطفاً از شرایط دختران افغانستان که از تحصیل محروم شدن بفرمایید. ما روز جهانی آموزش برای تمام زنان و دخترانی که در حال مبارزه هستن و در حال تعلیم هستن، چه در داخل افغانستان و چه در بیرون از افغانستان، تبریک عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم برای او عزیزانی که متاسفانه از این حق خود خود محروم شدن. در شرایط فعلی دخترانی که از تحصیل محروم ماندن روزهایی از اندوه و درد و ناامیدی رو متاسفانه میگذرانند. اونها از حقوقی که خداوند و از حقوقی که پیامبر خداوند رو در نظر گرفته متاسفانه محروم شدن. در یک شرایط بسیار بدی زندگی میکنن. اونها در یک خطرهای بزرگ روبروی هم. مثلا از جمله اونها وقتی اونها نمیتونن ادامه تحصیل داشته باشن، حق تحصیل امکان وجود دارن که اونها به ازدواج اجباری در بیاین. اونها متاسفانه با فشار روی شدیدی روبروین. در یک کلام اگه نگاه بکنیم، در شرایطی که دختران فعلا در افغانستان دارن، شرایطی است که خانه های اونها شدن، افغانستان شده زندان و خانه های اونها شده یک نوع سلول انفرادی که فقط نفس میکشن و در انتظار متاسفانه شرایط بسیار وحشتناک. خانم حسینی، علاوه بر ممنوعیت تحصیل دختران، سازمان جهانی غذا هم گزارش داده که بسیاری از کودکان افغانستان گرسنه به مدرسه میرن. در این رابطه نظر شما را هم بشنویم. متاسفانه این موضوع حقیقت داره، به دلیل از اینکه ما بارها شاهد همچنین خبرهایی بودیم که حتی به خاطر گرسنگی کودکان خود خور فروختند و حتی به خاطر گرسنگی مجبور شدن فرزندان خود خور به ازدواج اجباری در بیارن. ما شاهد همچنین مسئله متاسفانه هستیم. در قدم اول باید روی از این مسئله باید تحقیق شود و چه عامل وجود داره. مثلا بعضی از عوامل میتونیم فعلا اشاره بکنیم. یک از اون چیزها مسئله بیکاریه که ایجاد کار باید برای خانواده ها فراهم شود. خشکسالی هایی که ناشی از تغییر اقلیم و آب و هوا هست، خسارتی که افغانستان از اون متحمل میشه، باید کشورهایی که عامل و باعث این چنین وضعیت هستن باید غرامت به افغانستان پرداخت بکنن. متاسفانه مهاجرت های اجباری یا ترک کوچ اجباری که در افغانستان وجود داره باید جلو اونها گرفته شود. من یک موضوع میخوایم اشاره بکنم که متاسفانه در این زمینه یونیسف هم که یک از وظایف اصلی از او هست که در قسمت رساندن غذا و پوشاک باید برای کودکان در کل دنیا برای مبارزه با گرسنگی قدم برداره، متاسفانه قدم مثبتی را نتونسته در افغانستان برداره. و من از این تریبون شما تقاضا میکنم به خاطر از اینکه جلوگیری از سوء استفاده کمک ها شود، از خیرین و از افراد که دست خیری دارن منظم قضایی بتونن بسته های کمکی رو به عنوان صبحانه و یا به عنوان نان چاشت در اختیار کودکان در داخل مکتب با نظارت خود مسئولین و نمایندگان اونها برای کودکان داده شد که تا حداقل ما شاهد آسیب بیشتر کودکان نباشیم. چون اگه بخواین کل خانواده رو حمایت کنن ممکنه یک مقدار هزینه بر و سخت باشه، حداقل کودکان در داخل مدارس تغذیه بکنن.